بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، لا سيما المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وصحل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا رب تشرنكن كرهي حق بويم در راه حقیقت روامو حق جویم. از لغزش و از خطا نگهدار مرا، نگذار که یک کلام ناحق گویم. یا رب تو مرا به سوی حق راه نما، بر کسب رضای خود هوا خواه نما. آگه نیم سود و زیانم در چیست، بر سود و زیان مرا تو آگاه نما. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال، بر خداوند ذوالمنن، بر آفریدگار این هستی، و با درود بی پایان بر محمد مصطفی، آخرین حجت خداوند بر همه جهانیان از جن و انس، که همچنان که علی می فرماید و اجماع امت اسلام بر این است، بغیر از روافض، تمت به نبینا حجته، با نبی ما حجت به اتمام رسید. بعد از او نه ابن الحسن حجتی است و نه ابن الحسین، تا چه رسه به کسی که نه پدری او را دیده و نه مادری او را زاییده. و با درود بر عترت طاهره محمد و خاندان پاکش و همسران پاک دامن و امهات مؤمنینش و یاران جانفشان و با وفایش که به دعوتش ایمان آوردند، به شریعتش عمل کردند، رسالتش را بعد از او به دوش کشیدند و با فدا کردن جان و مال خود در این راه، قرآن خداوند از بالای هفت آسمان اعلان رضایت از اصحاب محمد کرد و فرمود که علم ما فی صدورهم، اون چه در دلهاشونه اونو میدونست، و یزکیهم، و اونها رو تایید میکنه، تزکیهشو میکنه. و به همه مؤمنان در سراسر تاریخ امر کرد که اگر بخواهید همچنان که خداوند از اونها راضی شده و وعده بهشت بهشون داده، از شما راضی شود و بهشت بهتون بدهد، راه نیک اونها را پیروی کنید. المهاجرون والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوان.
مهاجران و انصار و کسانی که به نیکویی از اونها پیروی کنند، یعنی به نیکی از اونها پیروی کنید، نه که به شما پشت بدید مثل رافضیان و گمراه، مثل سربازان و رقاصان ابن سبع و ابن سلول در اسلام، مثل شکست خوردگان کلیسا و کنیست و آتشکده در اسلام. خداوند می فرماید به نیکوی از اونا پیروی کنید. پیغمبر خدا می فرماید که هرگز از اصحاب من بد نگویید. امروز کی در دنیا جز گمراهان ولایت تراش و مفسدان امام تراش و تشنگان قدرت به اونها پوش می دهند؟ که لعنت خدا و ملائکه و صالحین بر پهاشانی باد که به یاران محمد، به همسران محمد، به امهات مؤمنین، به مرضیان قرآن پوش می دهند. خداوند ما را سبب بیداری کسان بگرداند که در این وادی زلالت مثل بقیه گمراهان پیشین گمراه شده اند. و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حق جویان و منصفان، از خداوند منان و ذوالمنن تقاضا دارم که در این ساعتی را که انشاءالله در خدمتتون هستم، آنچرا که مورد رضای اوست، آنچرا که برای اصلاح قلوب و اندیشه ها و بعد از اون اصلاح اعمال و رفتار و گفتار و کردار و اصلاح خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من و شما مفید است، خداوند به فضل و منت و کرم خودش بر فکر و قلب و زبان بنده جاری نماید و شما بینندگان ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی، به درستی، به نیکی برای عمل میشنوند، برای یادگیری میشنوند. حکمت گم شده مؤمن است. و بهترینش را برمیگزینند. قرآن کسانی را که چنین صفتی داشته باشند، که دنبال حکمت باشند، دنبال حق باشند، سخن را گوش کنند و بهترین و برترینش را برگزینند، اینها را مژده داده. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. مژده باد بر اون بندگان که سخن را میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن، سخن خداوند است و بهترین رهنمود، رهنمود محمدی. به فضل و منت و لطف خداوند در شرح سخنش، در شرح کتابی که هیچ کتابی در دنیا شبیهش هم نیست، تنها کتاب آسمانی است که به زمانی که نازل شده تا امروز باقی است و به خاطر اینکه به عربی نازل شده، حتی زبان عربی را حفظ کرده. همه زبان ها تغییر کرده اند، همه زبان ها به مرور زمان تغییر می کنند، جز این زبان که خداوند با قرآن اونو نگه داشته. این هم فضل این کتاب بر این زبان و تنها کتابی که حجت برای همه بشره، از روز اول همه بشریت مخاطب قرار داده، نه بشر را فقط بلکه جن و انس را. و تنها کتابی که هر روز معجزه از اون ظاهر می شود، به هر اندازه که علم پیشرفت کند معجزاتی در این کتاب ظاهر می شود، تا مردم بدانند که گنجها و گوهرهای این کتاب تمام ناشدنی است
و تا بدانند که این کتاب کتاب محمد نیست، کتاب خداوند است. تا اینکه تنها و تنها خدایشان را بفرستند، شکار این آخوند و اون کشیش و اون پاپ و اون کنشت و اون این و آن نشوند. در شرح چنین کتابی رسیدیم به آیه 57، آیه شریفه 57 از سوره اعراف. تلاوتش را از زبان یکی از بلبلان حرم بشنویم با هم. امروز تلاوت شیخ ماهر مایقلی رو که امام حرم مکی است، از بلبلان حرم مکی است، براتون انتخاب. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. دوستان خواهش میکنم الان تماس نگیرید، نه از واتساپ و نه از اسکایپ و نه با تلفن، تا برنامه رو که تموم کردم بعد از اون انشاءالله تلفن ها رو باز میکنم. بینید خداوند از خلقت انسان حرف زد، از خلقت آسمان ها و زمین، همه اینها رو به عنوان آیه خودش ذکر کرد. خلقت انسان، خلقت آسمان ها و زمین، همه اینها رو ربط میده ای که مرا بخوانید، کسی دیگر رو نخوانید. باز هم آخوندها و کشیشها و خخامهای مشرک و انسان پرست مردم را به سوی بشر میفرستند، به خصوص آخوند شیعه، تا دین را دکان خود کنند. اینها همه ضد قرآنند و ضدیت آخوند مدعی تشیع با قرآن روباهی است، خطرناکتر از همه. عقلهاتون را باز کنید، فکرهاتون را باز کنید، از تعصب مذهبی دست بردارید، بیایید به سوی قرآن تا دنیای دیگری براتون، تا دنیای جدیدی براتون باز بشه، تا خدایتون را بشناسید. خدا را که شناختید همه چیز دارید، خدا را که نشناختید هیچ چیز ندارید. در آیه قبل فرمود فسادی نورزید بر روی خاک پس از آنکه اصلاح گشتید و پاک، بخوانید حق را به ترس و امید. همش خوندن خدا، هر آیه قرآن تأکیدش بر خوندن خداست و همه شرک مدعیان تشیع بر خوندن غیر خداست. کی راست میگوید؟ اینها مسلمانند. خداوند راست میگوید یا آخوند پلید امام تراش و امام پرست؟ کی راست میگوید؟ کلاه خودتون را قاضی کنید. فسادی نورزید بر روی خاک پس از آنکه اصلاح گشتید و پاک. با توحید اصلاح گشتید، با شرک نجس بودید، با یکتاپرستی پاک گشتید. دوباره فساد نکنید، دوباره لات و عزا و هبل و منات و
سالسته اخرى و نمیدونم دیگرانو در لباس حسن و حسین و تقی و نقی و معصومه و هزار تا دوازده هزار تا امامزاده زنده نکنید. ای پریدان ولایت تراش، اینها رو به شما میگه. ای حوزه های شرک و نجاست، اینها رو به شما میگه. دست از افساد این دین، ای منافقان به نام این دین بردارید. ای خامنه ای، ای سیستانی، ای مکارم شیرازی، ای بقیه مراجع شرک و کفر و زلالت، اینها رو به شما میگه. همین ملتی را که فریفته اید، خداوند همین ملت را بر شما مسلط کند. فسادی نبرزید بر روی خاک، پس از آنکه اصلاح گشتید و پاک. بخوانید حق را به ترس و امید، که بر محسنان رحمت او رسید. همه اینها رو، این کلمات و جملات و مفصل شهر داده شد. الان دوباره توجه میده به آیه های خداوند، به نشونه های خداوند. آیت الله ها این هاست، آیه های خداوند این هست که خداوند ذکر میکنه، نه اون چرا که شیاطین به نام آیت الله درست کردن. خودشون رو آیت الله مینامند، جیب مردم رو خالی میکنن، خمس میگیرن، شهوت خودشون رو برآورده میکنن به نام مطعه. در حتی امام زمانشون زانی این ور ور میاد پلاک 244 تهران، آقا هم خانم هم نمیدونه با کی ازدواج کرده. ترویج زنا به نام بوتی به نام امام زمان، تا راه خودشون رو آماده کنن. همه این کارها رو برای که این درازگوشان اباپوش پرفساد زانی و خمس بخور و حرام بخور راه خود رو آماده کنن. براشون نه امام مهمه، نه امام زمان مهمه، نه امامت مهمه، نه همه خودشون بعضا میدونند که اینا کرکه، اگر خیلی خام باشند، خیلی حالو باشند. اما آیه های خداوند چیه؟ اینه که خودش ذکر میکنه، اونه که خداوند را از کتابش میشه چونا هر کسی زیر زبانشه، تا مرد سخن نگفته باشد ای با هنرش نهفته باشد. انسان وقتی که حرف میزنه نشون میده که کیه، انسان زیر زبانشه. خداوند را هم از زبان خودش بشناسیم، از کلام مبارک خودش بشناسیم. نه آقا، سخن خدا فهمیده نمیشه. چطور اون بچه قرتی به نام امام زمان، بچه قنداقی برد دزدید بردش اونجا کی میفهمه تو چا؟ اینجا فهمیده نمیشه. اون دو سوم چی؟ با موشا میخواد بخوندش؟ با کرما میخواد بخوندش؟ مکاری رو میبینی کجاست؟ این بازار مکاره امامت اینه، بقیه همش کشکه. خدا بادها را فرستد که چند، به باران رحمت بشارت دهند. که برداردن بار سنگین آب، که بر پشت خود برگرفته سحاب. اینا رو انشالله شعر خواهیم داد که چطوری. پس آن ابرها را به سیر و گذار، برانیم بر سوی شهر و دیار. نگم امام زمان رو میفرستیم بالای ابرها، چون که آخوند خبیث میگه. ما خودمون این کار رو میکنیم. این چرتک زمانی وجود نداره که شما این همه مردم باش فریفتید، بت پرستشون کردید. پس آن ابرها را به سیر و گذار، برانیم بر سوی شهر و دیار. که مرده ز بی آبی خشکسال، نیازی به آبش بود در کمال. فرستیم فرستیم باران از این رو فرو، که حاصل براید فراوان از او. محصول یعنی محصولات. همین گونه دوباره قیاس رو نگاه فرمایید، قیاس مستنبط العله. همین گونه هم مردگان راز خاک، برون می نماییم بعد از هلاک. بود آن که از
از آن بگیرید پند، شما را پتد این سخن سودمند. الان بریم این آیه رو باز کنیم با کمک علم، با کمک دانش، تا حدی که وقت اجازه میده. با کمک پروردگار قبل از هر چیزی. دوستان، در عقل بشری سه اصل وجود داره، سه مبدا وجود داره. یک، که هر چیزی سببی داره، پس مبدا سببیته. یکی، هر چیزی هدفی داره، غایت. یکی هم که عدم تناقض در اینها، نمیشه دو چیز متناقض درست باشه. عقل سالم، عقل فطری، عقلی که به این فلسفه و اون سفسطه ملوث نشده باشه، عقلی که خداوند به انسان داده، اگر در این جهان، در این کائنات، در این هستی گردش کنه، تأمل کنه، فکر کنه، یک حقیقت دستگیرش میشه بدون هیچ برو برگشتی. اینکه این کائنات باید یک خالقی داشته باشه. چرا؟ برگه هرچی انسان در این هستی نگاه میکنه، میبینه در حکمت هست. حکمت دلالت بر حکیم میکنه. این جهان شما نگاه کنی، درش قدرت هست. این کهکشان های به این قدرت، این خورشید به این قدرت، این زمین به این قدرت. قدرت دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر قادر میکنه، دلالت بر قدیر میکنه، دلالت بر توانایی میکنه. این توانایی ها دلیل بر توانمندی کسی میکنه که اینا رو خلق کرده. درش علم میبینه. علم دلالت بر عالم و علیم میکنه، دلالت بر آگاهی میکنه. خب اگر انسان در ملکوت آسمان ها و زمین اندیشه کنه، فکر کنه، بخصوص در پرتو این آیه از آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. همانا بدرستی که در خلقت و آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز آیاتی است، نشانی هایست. اینها آیای خداوند برای خردمندان، اولوالالباب، صاحبان عقل، نه صاحبان سرکل زدن، سینه زدن، نه صاحبان تعصب، نه صاحبان عناد، نه صاحبان کینه. برای که حقیقت گرانبها بسی ارزشمندتر است اینه که به این نوعان داده بشه، همینطور به این نمونه افراد داده بشه. این اولوالالباب، این خردمندان کیانند؟ اونهایی هستند که در نشسته و در ایستاده و در پهلوشون، یعنی در همه حالتها، یذکرون الله، یاد خدا میکنند. نمیگن یذکرون علی، یذکرون حسین، یذکرون عیسی، نه، یاد نمیفرماید که یاد این و آن میکنند، یاد بشر میکنند، یاد مخلوق میکنند، یاد فرشته میکنند، یاد پیغمبران میکنند، یاد نه، میگه یاد خدا میکنند. این قرآن چقدر وهابیه به قول این توحید ستیزان، همش حرف از خداه، یه جایی حرف از امام نمیزنه. چرا؟ با امام دشمنی داره؟ نه، بلکه امامت دیگه توطئه بیش نیست که یهودیان درست کردن، باندهای یهودی برز به هم زدن اسلام، مثل هزاران توطئه چیدن.
و یکی از توطئه‌هاشون هم آوردن جمهوری شیطانی ایرانه. از روزی که این جمهوری اومد اسرائیل راحت شد، همه هموغم طرف اون طرف. الذين يذكرون الله، خب پس خردمندان کسانی هستند که یاد خدا میکنند، نه یاد علی، نه یاد حسین، نه یاد حسن، نه یاد زهرا، نه یاد زینب. یاد کردن اینها بت کردن اینهاست، همچنان که اونهایی که لات و منات و عزا و هبل و اینها رو یاد میکردن در صدر اسلام، اونها رو بت کرده بودن، ولی اونها صالحانی بودن مثل اینها. شیطان یک مکر عجیب داره که از راه نیکان و صالحان بیشتر میتونه دین رو خراب کنه تا از راه شمار شرابخاری و قمربازی و زنابازی و نمیدونم نعوذ بالله رباخاری و اینا. اینا هم بده، لیکن از این راه دین رو دینداران رو از این راه بهتر میتونه خراب کنه. مثلا اینجاست. خب پس خردمندان کسان، عرض کردم که در پرتو این آیه این آیات رو بفهمیم، خردمندان کسانی هستند که در همه حالات ها یاد خداوند میکنند و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و در خلقت آسمان ها و زمین تأمل میکنند، فکر میکنند، نه در امام زمان فکر میکنند، در امامت فکر میکنند، نه. اونا میگند که ربنا ما خلقت هذا باطل، پروردگار به این نتیجه میرسند که پروردگارا اینها رو باطل خلق نکردی، تو منزهی. دوباره دعا میکنند و قنا عذاب النار، ما را از عذاب آتش دور نگه دار. هر انسان عاقل وقتی در این کائنات تأمل کنه، بخصوص در پرتو این آیه، به این استنباط میرسه که این جهان، این مخلوقات خالقی داره. این خالق کیه؟ این آفریدگار کیه؟ قرآن جواب میده. اینو اگرچه فطرت میدونه، در روز الست اینا رو در فطرت گذاشته، لیکن فطرت و شیطان های جن و انس میتونن این وروار بکشن، همچنان که جسم و سالم میذاره، ولی این آن میتونه جسم رو یکی دست شو ببره، یکی پا شو بکنه، چشم شو در بیاره. این خالق کیه؟ فوری جواب در قرآن میاد، در سوره سجده آیه 4، الله الذي خلق السماوات والارض، خداوند است که آسمان ها و زمین رو خلق کرده. در طول تاریخ بشر هیچ احدی نتونسته این حرف رو بزنه که منم خالق آسمان ها و زمین، مگر که قرآن کمرش رو شکسته. فرعون کمتر از این گفت، ببین چقدر رسواش کرد، تا امروز عبرت جهانیانه. وقتی انسانی با تأمل به این هستی به این استنباط برسه، به این نتیجه برسه که این کائنات یه خالق داره، کتاب خداوندم این جواب میده که این خالق منم، پس هم با فکر و هم با کتاب، هم با عقل، هم با وحی نشون میده که قرآن، این کائنات و قرآن مکمل همدیگه هستن. در واقع ما دو تا قرآن داریم، یک قرآن ناطق، یک قرآن صامت. یک قرآن ناطق این کائناته، همه چیزش دلالت بر خداوند میکنه، لیکن اگر کسی اینو نفهمید، خداوند قرآن فرستاده تا اینو شرح بده. بلزا قرآن میفرماید که این نیرویی که در پشت سر این کائناته، هم قدرت داره، هم علم داره، هم حکمت داره، هم رحمت داره، این نیرو، این ذات قدرتمند اسمش اللهه، اسمش خداونده، اسمش آفریدگاره. ولذا با زبان فصیح میفرماد که الله الذی خلق السماوات والارض، خداونده که آسمان ها و زمین خلق کرد، ولی او را بپرستی، نگوی یا این و یا آن، مشرک نشی. بعد از این می فرماد که چی؟
یکی از آیاش رو ذکر میکنه در الان در صدد شهر آیی که درش هستیم. هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، همین الله، همین خداست که باد و بشارتی در پیش دست رحمت خودش میفرسته. اوست که این زمین رو خلق کرده، اوست که شما رو خلق کرده، اوست که آسمان ها و زمین خلق کرده. وا وا وا. خب عقل به این حقیقت قطعی رسید، به این که این کائنات لابد یه خالقی داره، یک مربی داره، یک مدیر داره، یک مدبر داره. از خلال این هستی به مجرد تفکر به این نتیجه میرسه که این خالق قدرت داره، قدیره، علم داره، علیمه، حکمت داره، حکیمه، رحمت داره، رحیمه، قویه. ولی از آیه میاد، آیا میدونید که این قدرت و نیرویی که این خلقت رو آفریده از هیچ خلقش کرده کیه؟ میگه اللهه، خداونده. هو هو الذی، این ضمیر باز میگرده به الله، علم الذات. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، این باد، این هوا، بیننده ارجمن، در حقیقت این آیات خیلی بزرگه. هوا، باد، یکی از بزرگترین آیات خداونده. همین هوا با سرعت 100 متر حرکت میکنه تا 1000 کیلومتر، از سرعت 100 متر تا 1000 کیلومتر. طوفان میشه، خداوند قوم عاد رو چطوری هلاک کرد؟ بی ریح سرسر عاتیه، یک طوفان ویران کننده و سرکش. سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام الحصوم، 7 شب و 8 روز قاطعانه بر شما مسلط کرد، همه چیزو ویران کرد. همین بادی که با 100 متر حرکت میکنه، با سرعت 100 متر مثلا، چقدر چه نسیم خوبیه. در بعضی از جاها در کره زمین سرعت طوفان ها میتونه به 1000 کیلومتر برسه. این سرعت همه چیز از بین میبره. ببین همین هوایا اگه با سرعت آرام حرکت کنه از نعمت های دنیای نسیم صبحگاهیه، بلا همیشه سر صبح عصر نسیمی میاد اصلا بانشاتت میکنه، هوا رو لطیف میکنه. همین هوا رو نگاه کنید، بین اینکه یک باد صبحگاهی باشه که ازش کیف بکنید که از بزرگترین نعمت ها، بین اینکه با سرعت 1000 کیلومتر حرکت کنه که همه چیز رو ویران کنه. این هوا که یکی از آیه های خداونده، ویژگی هاش چیست؟ چه خاصیتی داره؟ شما از خلال این هوا داری راه میرید، حس نمی کنید، لیکن موجوده. دلیل این که موجوده، هواپیما رو که سابقا وزن شما مثلا 350 تن بود، شما وقتی سوار هواپیما می شدید 400 نفر مسافر، دو طبقه، سوختش هم 150 تن، وزنش هم 150 تن، 300 تن، و سرنشینان با وسایلشون 50 تن، 350 تن، 350,000 کیلو. اینو کی حمل میکنه؟ بردوش کیه؟ بردوش هواه. همین هوا
میتونه لطیف باشه، میتونه قوی باشه. و واسطه همین هوا واسطه. چطور؟ اگر هوا نمی بود بنده الان در لندنم، شما خدا دانه در کجای دنیا هستید؟ خدا حفظتون کنه. اگر هوا نمی بود صدای بنده رو نمی شنیدید. دلیل چیه؟ بلکه فضانوردان وقتی رفتن در کره ماه، اونجا هوا نیست، پهلوی هم دیگه نشستن، 10 سانتی هم دیگه نشستن، با بی سیم حرف میزنن. چرا؟ برای که هوا نیست. چطوری اینو منتقل بکنه؟ ببینید خداوند این زمین رو چطوری برای من شما مهیا کرده بر زندگیمون. هوا خودش یک واسطه. خب میخوای اتاق رو گرم کنید، چیکار میکنید؟ هوا رو گرم میکنید. میخوای اتاق رو سرد کنید، باز هوا رو سرد میکنید. هوا شفافه، وجودش لطیفه. هم وجود داره هم وجود نداره. وجود داره واضحه، وجود نداره نمیبینیدش. از خلالش حرکت میکنید. اشاره به این در قرآن هم وجود داره. قل سیرو فی الارض، در میان فی ظرفه، در میان زمین حرکت کنید. من شما که در میان زمین که حرکت نمی کنیم که. من شما که در تونل ها که حرکت نمی کنیم که. چرا قرآن میگه در میان زمین حرکت کنید؟ نمی فرماد که قل سیرو علی الارض، بر زمین حرکت کنید، با وجود که مقصودش بر زمینه، مقصودش در زمین نیست. در یعنی داخلش، بر یعنی بالاش. پس اینجا یه نقطه وجود داره. اونایی که نمیفهمن، نفهمات تناقض در میارن. انسان گمان میکنه که بر روی زمین حرکت میکنه، اینجوری نیست. انسان در زمین حرکت میکنه. چطور؟ برکه هوا جزئی از زمینه. شما در میان و هوا و زمین حرکت میکنی، برکه هوا جزئی از زمینه. ولذا قرآن میفرماند قل سیرو فی الارض، جزئی از زمینه. یعنی چی؟ یعنی همچنان که کره زمین حرکت میکنه، هواش هم حرکت میکنه، پس جزئی از زمینه، با سرعت 65,000 کیلومتر. غلظت طبقه هوا 65,000 کیلومتره، همراه با زمین حرکت میکنه. ببخشید 65,000 کیلومتر غلظتشه، سماکتشه، نه سرعتش. با سرعت زمین حرکت میکنه. خب اگر هوا حرکت نمی کرد، ثابت می مون، می دونی با سرعت زمین سرعت هوا چقدر می شد؟ برکه زمین 1600 کیلومتر در ساعت حرکت می کنه. اون موقع سرعتش این چونی می بود. با سرعت 1600 کیلومتر در ساعت در روی زمین همین هوا اگر ثابت می بود، هیچ چیز رو زنده نمی داشت، همه چیز رو ویران می کرد. نه ساختمانی میمون، هیچ چیزی نمیمون. بلکه سرعت زمین در گرد خودش 1600 کیلومتر در ساعته. محیطش 40,000. اینو بر 24 ساعت تقسیم کن، زمین هر 24 ساعت دور خودش میچرخه و اگر زمین حرکت میکرد و هوا ثابت میمون، همطور که عرض شد، همه چیز ویران میشد. آیا انسان به نعمت بزرگ توجه میکنه؟ ولذا زمین، هوا با زمین حرکت میکنه و به این خاطره که قرآن میگه که
در زمین حرکت کنید نه بر زمین، برای که اگرچه ما شما بر روی کره خاکی هستیم، برای که در واقع در زمین چون هوا هم جزشه. اینو ممکنه بر عوامی خورده فهمش سخت باشه، لیکن من سعی کردم که خیلی آسان مسئله شرح داده بشه. شما گاهی اصلا باد نیست، شما با یه ماشین با سرعت حرکت میکنید، دستو که میاری بیرون چنان با سرعت 200 کیلومتر مثلا داری حرکت میکنید، 150 کیلومتر داری حرکت میکنید، با وجود که هوا ایستاده دست میاری بیرون اصلا مثل که گردباده، در صورتی که هوا ایستاده، لیکن برای که شما حرکت کردید. خب وقتی زمین حرکت کنه چی؟ با سرعت 1600 کیلومتر حرکت کنه چی؟ ولی زمین هم حرکت کنه، اگه هوا ثابت می بود با سرعت زمین فقط می شد 1600 کیلومتر ساعت، لا تبقی ولا تذر، هیچ چیز رو هم به جای خودش نمی زاشت. پس هوا شفافه، لطیفه، با چشم اونو نمی بینی، از خلالش حرکت میکنی. همین هوا یک هواپیمای 350 تنی رو حمل میکنه. الان هواپیما هستند که 600 نفر رو در خود 600 نفر مسافر رو میتونه جا داشته باشه، در واقع یه شهرکه. این هواپیمای 900 نفره، او 300 نفره بود، 350 نفره، اینو چی؟ حاملش کیه؟ بردوش هوایه. گاهی شما سوار یه هواپیما میشید، هواپیما جدید، پشت سر نگاه میکنید میبینید یه شهرکه، یک مسافت طولانی، 10 تا صندلی ردیف، آشپزخونه، حمام ها، طبقه اول، طبقه دوم، همه این در کجاست؟ در فضا. کی حملش میکنه؟ هوا. همین هوای شفاف، هوای لطیف که اصلا به وجودش حس نمی کنید، در از خلالش هم چه بر زمین چه بر هوا راه میرید. همین هوایی که آرامه حرکت کنه بانشات میشید، گه ای بابا چه هوای لطیفی. اگه با سرعت شدید حرکت کنه همین چیز از بین میبره. پشت سرش کیه؟ امام زمانه؟ شیعه میگه امام زمان. همه چیزی بچه قرتی دادن که هیچ کسی ندیدشه، جز در عالم دروغ وجود نداره. با همین عالم دروغ هزار و اندی سال شیعیان رو بدبخت کردن. هرچه میگه بیدارشون کنی سخته، میترسن که همین چیزی که وجود نداشته. آقا سوسک میشی، با آقای امام زمان باید نگو، سوسک میشی. صوفیان میگن که به خضر باید نگو که شکمت باد خالی میکنه که بسته نمیشه. از این افسانه ها تا دلت بخواد بین مردم هست. فرق بین باد و طوفان، شما گاهی میری بالای کوه، بالای کوه البرز، بالای کوه جبل قاسیون در لبنان، در سوریه، جبل در لبنان، این جاها رفتم، برای اینکه در مرتفعات مازندران، در مرتفعات بلوچستان، خداوند دوباره زیارت وطنمون را نصیب من کند با امن و امان، و خداوند شیاطین را از سرشون بردارد. شما وقتی مکان مرتفع میرید در وقت عصر، چه نسیم دلربایی. گاهی در پهلوی دریا میشینید، در ساحل جده مثلا میرفتیم کنار دریا، چقدر لطیف، بیروت، جده، چابهار، هر جای دریا هستش. اما همین هوای لطیف اگه خداوند بخواد با سرعت که حرکت کنه همه چیز رو ایران میکنه. همین بادها باران میاره، همین بادها اگه خدا بخواد همه چیز از بین میخوام اینو عرض کنم که همه چیز در این هستی
جند الله هن، سرباز خدای هن. ارتباط بین آب و هوا چیه؟ گفتیم هوای واسطه. خب شما وقتی که بخاری روشن میکنی چی رو گرم میکنی؟ در واقع هوا رو داری گرم میکنی. وقتی یک کولر روشن میکنی چی رو سرد میکنی؟ در واقع هوا رو سرد میکنی. وقتی که حرف میزنید این امواج صوتی از خلال چی منتقل میشه؟ از خلال هواست. پس آیا این هوا آیه و نشانی دال بر عظمت خالقش نیست؟ این دلالت بر عظمت میکنه یا این امام قرطی که هرگز وجود نداشته دروغگویان درستش کردن؟ بچه خنداقی؟ کی؟ چه آیه تا حالا نشون داده؟ جز دروغ و مکر و فریب و چپیدن اموال مردم، دیگران درستش کردن، ساختنش به اسمش، هزار ساله که جیب مردم رو خالی کردن، ارز مردم رو خالی کردن، تا دلت هم خواسته دریای خون راه انداختن. پس این آیه شیطانه، آیه خدا نیست. همچنان که امامت یک مبدع شیطانی است و خدایی نیست. امامت را شیاطین درست کردن. ائمه بزرگوار اهل بیت امامت به گوششون نخورده بود، خودشون اهل سنت و جماعت بودن، اهل توحید بودن، اهل قرآن بودن. هیچ کدامشان از حضرت سرورمان حضرت امام علی علیه السلام تا حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، هیچ کدامشون به امامت، به ولایت، به عصمت، به امام زمان، به چرندولوژی ها، به شرکولوژی ها، به شیولوژی ها اصلا معتقد نبودن. با اینا می جنگیدن. لیکن دشمن دوست نما را نتوان کرد علاج، شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد. آقا این امام زمان چرتکی و علکی که من این همه تو سرش میکوبم تا این ناقداست های مقدس نمایان شکسته بشه، از هوا هم کمتره که قرآن این همه اهمیت به هوا میده و به امامی که از زمین و زمان بالاتره و از همه چی بالاتره یه اشاره هم نمی کنه، یه نیمچه هایی هم نمیاره. چرا؟ برای که دروغی بیش نیست، برای که ساخت دروغگویان مسلمان نمایه. ولذا در تاریخ ننگینشون یک بار حاضر نشدن بیان در این مورد بحث کنن. دو سه شب پیش یک برنامه رو دیدم، برنامه پرگار بی بی سی، سه نفر از شیعیان آورده که چی؟ که امام زمان رو ترویج کنن. اگه شما مردید، پرگاری ها و غیر پرگاری ها، و یه نفر مخالف هم بیارید که امام زمان تو لهله ورده بکنه. بله چرا؟ سیاست بریتانیا که 500 سال که پشت سرش شیعه و تشیع قرار داره از زمان برادران چلی، چرا این امام زمان رو 100 تا امام زمان درست کنن؟ چاه سرداب کم بود که چاه چمکران هم بزنن. پس خدا هوا از آیه ها و نشانی های دال بر عظمت خداونده. دوباره این عظمت در کجا ظاهر میشه؟ در ارتباط بین آب و هوا. اگر این ارتباط نمی بود اینا اعجازه. اگر این ارتباط بین آب و هوا نمی بود الان این برنامه‌ای که من شما هستیم نمی بود. هیچ شهری نمی بود، هیچ انسانی بر روی زمین نمی بود. یک ارتباط محکم بین آب و بین هوا وجود داره. اون چیه؟ آب همچنان که می دونید مایع، و حتی غلظت آب خودش واحد غلظته.
هر چیزی که غلظتش از آب کمتر باشه به آب بذاریش بالا میاد، هر چیزی غلظتش بیشتر باشه پایین میره. ولذا یک لیتر آبش رو نگاه کنی تقریبا یک لیتر یک کیلو آبه. بلکه غلظت یکیه. الان یک اسفنج و یک ابر رو که غلظتش کمتر شما بذار تو آب بالا میاد، آهن و سنگ رو بذار میره پایین بلکه غلظتشون بیشتره، یک قطعه معدنی رو هر چقدر هم کوچک باشه بذار تو آب میره پایین، یک قطعه ابر فلین رو بیارید هر میره بالا. خب وضعیت عموم آب اینه که مایع. خب اما اگه همین مایع رو گرم کنی بخار میشه، سردش کنی یخ میزنه. از حالت مایع یا منتقل به گاز میشه، بخار میشه با گرم کردن، یا با سرد کردن منتقل به یخ میشه. هوا حامل بخار آبه و عظمت خلق خداوند، خداوند عزوجل در اینه که هوا حامل بخار آبه به مستوای حرارت، بنابرای نسبت حرارتی که داشته باشه، بنابرای هر درجه حرارت یه مقدار بخار آب حمل میکنه. به عنوان مثال در 30 درجه یک متر مکعب از هوا 5 گرم بخار آب نقل میکنه، در 40 درجه 7 گرم، در 10 درجه 5 گرم یا 3 گرم و هکذا. به عنوان مثال الان چرا چطوری باران نازل میشه؟ گفتیم از ویژگی های هوا اینه که بخار آب حمل میکنه تا اینکه باران بیاد. اشعه خورشید بر دریاها میتابه، دریاها 3/4 خشک کره زمین رو تشکیل میده، مساحتش بسیار وسیعه. اگر 5 قاره، 5 قاره خشکی، 5 قاره جهان برابر با 5 برابر آب می بود، هیچ با 5 برابر آبی که وجود داره می بود، هیچ بارونی بیوج نمی آمد. اگر 5 قاره دنیا برابر با 5 برابر آبی که هستش می بود، هیچ یک قطره بارون نمی آمد، بلکه بخاری وجود نمی داشت. ولذا به حکمتی که خداوند خواسته 4/5 کره زمین را اقیانوس ها تشکیل میدن، 1/5 خشکیه. ولذا در سطح بزرگی از آب بر روی کره زمین اشعه خورشید میتابه، آب بخار میشه. این بخار آب و هوا حمل میکنه. الان ما هوایی داریم که حامل بخار آبه، این هوا که حامل بخار آبه و دلیلش چیه؟ دلیلش میزان رطوبته. شما میگه که آقا رطوبت 29 درجه یعنی چی؟ یعنی هوایی که حامل بخار آبه لیکن شما نمیبینیش، گاهی 90 درجه بخار آب حمل میکنه، اون موقع ابر میشه. وقتی غلظتش زیاد، غلظت بخار آب زیاد میشه ابر میشه، اگر غلظتش کم بشه دیده نمیشه. لیکن هر آبی چه دیده بشه، هوایی چه دیده بشه چه دیده نشه، یه مقدار بخار آب داره. دلیلش چیه؟
شما با یک پارچه مثلا، پارچه که آب خیلی سرد داره، نگاش کنید میبینید یه ذرات آب در دیوار خارجیش چسبیده. این ذرات آب از کجا آمد؟ آب که داخله. اینا بخار آبی که در هوا وجود داره، این سردی که اومد اونا رو به خودش جذب کرد، آب شد. اون بخار آب بود، سردی اینو کشید به طرف خوده، شد آب. دوباره اتاقی که گرمه در زمستان در هوای سرد، شما در پنجره میبینی که یه ذره های آب وجود داره، ذره های کوچک آب. پس هر هوایی حامل بخار آبه، چه من شما ببینیم چه نبینیم. اگه نسبتش زیاد بشه، عالی بشه، خیلی میشه ابر. پس یک متر مکعب از هوا حامل چند گرم از آبه که به شکل بخار آبه. یعنی الان شاهد برنامه اینجاست. این هوایی که حامل بخار آبه میرسه به مکانی که درجه حرارت 40 درجه. وقتی که این هوایی که این بخار آب منتقل کرده به یک مکان سرد منتقل بشه، مثلا 10 درجه، جز 1 گرم آب حمل نمی کنه. اون 4 گرم زیادی رو ازش خلاص میشه. یعنی چی؟ یعنی بارون میاد. اون 4 گرم زیادی آب میشه، آب میشه بارون میاد. این مثال البته. در مناطق گرم هوا در هر متر مکعب 5 گرم آب بخار آب نقل میکنه. وقتی که ابرها از منطقه سرد 10 درجه مثلا به منطقه سرد که 10 درجه باشه منتقل میشن، یه اختلال در نسبت وجود میاد. با این اختلال نسبت هوا چکار میکنه؟ از اون نسب آب زیادی که داره ازش خلاص میشه، باز بارون میاد. الان داخل این مقدمه همه برای اینکه آیه رو شرح بدیم. هو الذی یرسل الریاح، اوست که باد میفرستد. بادها چگونه حرکت میکنه؟ خود بادها چگونه حرکت میکنه؟ باد آرام ساکنه، بی حرکته. وقتی که باد حرکت نکنه انسان احساس نفس تنگی میکنه، با حرکت باد احساس نشاط میکنه. خب چرا احساس تنگی نفس تنگی میکنه؟ احساس میکنه که نفسش میگیره. برای که وقتی که خودش نفس میاره بیرون، اکسید و کربن میاره بیرون. اکسید و کربن بدن یه گاز مسموم کننده. اگه یک انسانی رو زیر لحاف بگیرید نذارید که هوا بیاد بیرون، بعد از یک ساعت میبینی میمیره. نفس داده به جان آفرید. چرا؟ چون اکسیژن میگیره. اکسیژن زیر لحافه دیگه، اکسیژن جدید که نیست. و اکسید و کربن که در بدن میاره بیرون، این اکسید و کربن مسمومه. هوای زیر لحاف چی میشه؟ همش اکسید و کربن میشه، مسموم کننده. آقا جام جان آفرین تسلیم میکنه. ولذا وقتی آدم آب که میخوره اینجوری، الحمدلله که میگه سنته که داخل این نفس نکشه، داخل ظرف نفس نکشه، ظرف دور بگیره، فنجان کاسه آب دورش بگیره، برای که این نفسی که میاد اکسید و کربنه، مسموم کننده. همچنان که زیر لحاف وقتی شما کسی نگه میداره نمیذاره اکسیژن بشه، بعد از یه ساعت میمیره. خودتون هم تجربه کردید حتما. وقتی سرتو میپوشون تو زمستان، بعد مدتی میبینه نفس تنگی میگیرید، ناچار میشه هوا تو تجدید کنید. اگرچه سردم باشه، لیکن همین هوای سردم پر از اکسید و کربنه، اکسیژن نداره زیر لحاف. شما داخل یک کلاس درس بشو در زمستان،
در مناطق من شما که 40 نفر و 50 نفر و 60 نفر اون زمانی که ما بودیم، الان نمیدونم، الان شدن بیشتر. خب کلاسی که پر از محصل باشه، تا شما وارد میشین میبینید نفس تنگی میگیرید، در زمستان هوای سرد، میگه آقا پنجره رو باز کنید. چرا؟ برای که هوا عوض بشه، برای که هوایی بیاد که پر از اکسیژنه، برای که دانش آموزان هر کدام شون یه بخاری متحرکن انسان. اما هوا چطوری حرکت میکنه؟ این موضوع هم خیلی دقیقه. این هوایی که حامل ابره چطوری حرکت میکنه؟ در مناطق گرم هوا ممدده به اصطلاح، یعنی غلظتش کمه. شما وقتی در سوار هواپیما میشید، وقتی در مناطق در آسیا هستی، مثلا در جده، در کویت، در دبی، در پاکستان، در هند، در جنوب شرق آسیا، اونجا که هوا گرمه، میبینید وقتی که هواپیما حرکت میکنه با یک زاویه کوچک حرکت میکنه طولانی تا بره هوا، برکه هوا مناطق گرم غلظتش کمه، آنچان که لازمه بارو حمل نمیکنه. برعکس در مناطق سرد، در مناطق سرد غلظتش شدیده و لذا زودتر میتونه هواپیما رو حمل کنه، برکه اینجا فشارش کمه و لذا مثلا هوا رو میبینید در دو قطب غلظتش شدیده و فشارش هم خیلی زیاده و لذا اینجا زاویه کمتری لازم داره که بر پرواز هواپیما. یه قانون وجود داره که هوا در فشار مرتفع، در فشار بالا حرکت میکنه به سوی فشار پایین. شما مثلا در خونه، در اتاقت هستید، بخاری روشن کردید تا اینکه هوا به 30 درجه رسیده، هوای اتاق 30 درجه، خارج اتاق 10 درجه. یعنی چی؟ معنی اینه که هوای خارج اتاق فشارش شدیده، هوای داخل اتاق حرارتش عالیه ولی فشارش شدید نیست، ممدده. ولی شما یک شمعی رو بذار در تاقچه، میبینی کجاست؟ به طرف داخل اتاق میاد، به طرف خارج نمیره. دوباره اینو برعکس کن، شمع رو داخل اتاق بذار، باز هم داخل اتاق، به طرف داخل اتاق میاد. چرا؟ چون اینجا هوا فشارش کمتره، بیرون هم فشار هوا بیشتره. ولذا وقتی که زمین در مقابل اشعه خورشید قرار میگیره که حرارت معینی داره، آب هم حرارت داره، از تفاوت این دو حرارت چی به وجود میاد؟ فشار هوا به وجود میاد، غلظت هوا به وجود میاد. هوایی که بر سطح زمینه و هوایی که بر سطح دریاست، اینجا چی به وجود میاد؟ از اختلاف این دو فشار نسیم به وجود میاد، باد آرام به وجود میاد در هر نقطه زمین، بخصوص در ساحل دریاها. این از کجا اومد؟ برکه آب حرارت خورشید رو کمتر به خود جذب میکنه تا خشکی. دریا درجهش کمتره، با این اختلاف درجه حرارت بین دریا و بین خشکی حرکت هوا وجود میاد از یه مکان مکان دیگه. همه این مقدمه ها که تقریبا الان بیش از یک ساعت طول کشید،
بر اینه که به این آیه برسیم که هو الذی یرسل الریاح، اوست که بادو میفرسته. توجه فرمایید که علم چطوری با قرآن موافقه. هوا در دو قطب خیلی غلیظه، فشارش زیاده، برعکس خط استوا فشارش کمه، فشارش پایینه. از این دو اختلاف چی وجود میاد؟ جریان هوا وجود میاد از قطب به خط استوا. زمین میچرخه، اتجاهش مائل میشه. بهت میگن که آقا اتجاه هوا غربیه. یعنی چی؟ یعنی از قطب به طرف خط استواست، لیکن در اثناء دوره زمین به طرف شرق میره، ولذا هوا غربی میشه. و این معنای سخن خداوند بشرم بین یدی رحمته، بشارتی است در مقابل رحمتش، در جلوی رحمتش. چطوری مژده، چطوری بشارته؟ وقتی که زمین خشکه، لم یزرعه، بارونی نداره. دوستان این مطالب خیلی مهمه، اگرچه من عادتم نیست که بیش از یک ساعت شرح بدم، لیکن این مطالب خیلی مهمه. یا برای که خستتون نکنم اجازه بدین اینو برای فردا انشاءالله، اگر خدا عمری بده. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله